Merhaba Bekmef. اوکی ممنونم. عرض کنم به خدمتتون که رضا پرسیده نظر شما درباره کردستان بزرگ چیست؟ کردستان بزرگ به عنوان یک کشور یا به عنوان یک هویت؟ بله من دقیقا سوالش من بودم. کردستان سوالش یک شما اگه میشه در هر دو وجه جواب بدین. کردستان به لحاظ تاریخی یک ملت تاریخی داره، یک جغرافیای تاریخی داره، یک ملت تاریخی است. ولی برنامه سیاسی مشخص بنده فدرالیست، تحقق حقوق ملی کردها در چارچوب ایران. ممنونم. عرض کنم که جانه آدم. نه یه نفر تو لایو چت داره میگه قدیمی ترین دولت ملت دنیا ایرانیه. اینو بدانید، این با قدیمی ترین تمدن متفاوته. من فکر کنم ایندوس ولی سیویلایزیشن دولت ملت بود، یعنی نه اشتباه زین. دولت ملت اصلا کاملا یه چیز مدرن قدیم نداره. نه ولی هر جور حساب بکنید، شما میدونم ایرانی هستین، دوست دارین ایران از همه چی قدیمی تر باشه، ولی هر جور حساب بکنید هندی ها قدیمی تر از ایران بودن. ایندوس ولی سیویلایزیشن از سومری ها مثلا. نه ایندوس ولی سیویلایزیشن از سومری ها همجور قدیمی تر و پیشرفته تر بود. بابک منظور شما از دولت یا قدرت غیر متمرکز چیست؟ یعنی دولت غیر متمرکز یعنی تقسیم قدرت به صورت افقی بین باشندگان ایران، اجزای ایران، یعنی عدم تمرکز یا غیر متمرکز. به جای این سیستم هرمی که یه نفر در تهران نشسته برای نمیدونم یک روستایی در جنوب شرقی ایران داره تصمیم میگیره، این رو بشکنیم، اون تصمیم گیری اداره امور رو به خودشون واگذار بکنیم و اونا در چارچوب ایران در منطقه خودشون در لوکال خودشون بتونن خودشون رو اداره بکنن. ممنونم. محسن پرسیده که در حکومت فدرال کردستان حقوق غیر کردهای ساکن اونجا چگونه رعایت می شود؟ مشخصا زبان آموزشی در آنجا برای افراد غیر کرد چه خواهد بود؟ اگر در دولت کردستان در یک شهری مثلا بگیم حالا در دهلوران، در دهلوران بذارید، در دهلوران یک ده کودک فارس زبان وجود دارن، اون کودک ده کودک فارس زبان میتونن به زبان خودشون آموزش ببینن و دولت کردستان موظف تمهیدات لازم رو برای آموزش این ده کودک به زبان مادریشون هم آماده بکنه. ممنونم. موبین پرسیده که ترس جدایی طلبی رو چطوری باید توجیه کنیم؟ با دموکراسی، هیچ راه دیگه ای نداریم. دموکراسی حلال بسیاری از مشکلات ماست. شما، من، همه ایرانی اگه میخوایم ایران بمونه، اگه میخوایم ایرانی قدرتمند و قوی داشته باشیم، فقط و فقط بریم یکی دو سال در رابطه با فلسفه دموکراسی مطالعه بکنیم، کار دیگه ای نکنیم. اون رمان ها و اون کتاب های دیگه رو که میخونید بذارین کنار، فلسفه دموکراسی رو بخونید. درک ما از دموکراسی نتیجه بسیار شگرفی به وجود خواهد اومد. ممنونم. محسن پرسیده که در مقابل تجزیه طلبان در دولت های فدرال حکومت مرکزی چه برخوردی باید صورت دهد؟ چه برخوردشو که الان من نمیتونم در رابطه با دولت آینده نظر بدم، ولی میتونم در رابطه با اون چیزی که الان هست و یا در گذشته بوده یه نظری بدم. دو نوع هست. در دولتی که مثلا در بریتانیا دولت مرکزی حق دخالت در رابطه با حق تعیین سرنوشت اسکاتلندی ها نداره، قانونا نداره، اصلا به اسکاتلندی ها رب داره میخوان جدا بشن یا نه نشن، یا به کوبکی ها به سب فرانسوی زبان های کانادا حق نداره، ولی در اسپانیا و در عراق دخالت میکنن دولت مرکزی. حالا یه جایی با مسالمت آمیز حل میشه، یه جایی هم با توپ و تانک و تیاره و کشتار حل میشه. حالا این بستگی به ما داره، ما کدوم روش رو انتخاب میکنیم در آینده. میخوایم مثل چک و سلواکی، این در رابطه با اونایی که میخوان جدا بشن، آیا از روش و متد چک و سلواکی استفاده میکنن در یک رفراندوم اینا از هم جدا میشن بدون، یا نه یوگسلاوی میشه که یه جنگ 72 ملت میشه و آخرش هم یه نیروهای بین المللی وارد میشن، ناتو وارد میشه و در نهایتش یوگسلاوی تجزیه میشه. ولی همه حرف ما اینه که یوگسلاوی نشیم و چک و سلواکی هم نشیم، سوئیس بشیم، سوئیس خاورمیانه بشیم. چه اشکالی داره ما سوئیس خاورمیانه بشیم؟ حتما باید یوگسلاوی خاورمیانه بشیم وقتی که راه وجود داره، به همین راحتی.
البته من فکر میکنم نمیدونم، البته شاید اطلاعات هم اشتباه غلط باشه، یوگسلاوی هم بیشتر بخواد درگیری های مذهبیش بین این مسئله براش خب پیش اومد. نه چند دلیل داشت. بله. خب ممکنه یه نفر بیا جواب بده به خاطر اینکه تو سوئیس تو شما مثالی که داری میزنین مثال خوبی نیست، به خاطر اینکه این مشکلات احتمال اینکه یوگسلاوی بشه بیشتره به خاطر اینکه مشکلات بین قومای مختلف تو ایران هست. وقتی سوئیس کشور شد، وقتی سوئیس کشور شد اینا مشکلات دینی و قومی اینا نداشتن، خیلی راحت اومدن با هم یکی شدن. ولی توی ایران نه، ببینید ایران هم مشکل دینی هست، اتفاقا ببخشید من، تو ایران هم مشکل قومیش هست هم مشکل دینیش هست، یعنی همون کردستان رو که موبال میزنیم جانم بفهمید. ببین بابا جان، اصلا بحث این مشکل قومی یا دینی یا دو سه تا مشکل دیگه نیست، بحث سر اینه در سوئیس به دلیل اینکه برتری جویی نیست یوگسلاوی نمیشه. خب برتری جویی تو ایران هست. خب همین دیگه، اینو باید با دموکراسی حلش بکنیم دیگه. ما میخوایم عقاید مردمه که با دموکراسی نمیتونی حل بکنی. نه منظورم از برتری ببین از منظورم از برتری جویی نبود که کسی شیعه نباشه یا سنی نباشه، یعنی شیعه برتری جویی نکنه، فارس برتری جویی نکنه، یوگسلاوی برای این دوستانی که در رابطه با یوگسلاوی اطلاع ندارن خیلی مختصر عرض می‌کنم. این مشکل فقط مشکل سیستم نیست، مشکل عقاید و فرهنگ مردم هم هست. همین دیگه. شما این این مشکلات رو شما با سیستم سیاسی، عوض کردن سیستم سیاسی این مشکلات رو نمیتونین حل بکنید. نه ببینید، اولا این یک راهکار چند بعدی است. من نمیگم که حتما اگر بر فرض مثال اومدیم یک استرکتور سیاسی فدرال پیشرفته هم دیگه همه چی حل میشه. نه، پس آموزش رو چیکار باید آموزش بدیم، باید از رسانه هایی که در دست داریم. من به خاطر چی عرض کردم آقا هر چی تو دم دستتونه بذارین کنار، دو سال فقط دموکراسی رو مطالعه بکنید. خیلی از مشکلاتمون ما باید آموزش بدیم، ما باید از این رسانه، مثلا همین گفتگوی شما چقدر میتونه مفید واقع بشه. اصلا خیلی ها فکر نمیکردن من این افکار رو دارم و قضاوت هم میکردن در مورد من. پس ما باید آموزش بدیم، باید ساختار سیاسی درست و دموکراتیک رو اجرا بکنیم، باید به نمونه های و الگوهای جهانی که در این زمینه وجود داره رجوع بکنیم. یعنی یک مجموعه کار ما میتونیم یوگسلاوی رو دقیقاً برتری جویی سربها به اینجا رسون. البته قبل از سربها هم کروات ها بیش از 500 هزار سربی و یهودی و به حساب لیبرال کشتن، قتل عام کردن. یعنی فکر نکنیم که در یک آن واحد در یک روز دیگه یوگسلاوی شد. ما برای اینکه یوگسلاوی نشیم باید این تجربه یوگسلاوی رو آموزش بکنیم، باید واقعا درسش بکنیم. ما سوئیس رو داریم که یوگسلاوی نمیشه. توی وجبخوا 4 تا زبان وجود داره، توی وجبخوا چجوری اینا دارن مرکز صلح دنیا شدن. پس ما میتونیم از نمونه های موفق جهان استفاده بکنیم، ولی به این معنی هم نیست اگر نوشتیم نظام فدرالی دیگه همه چی اوکی میشه. نه، ده ها کار دیگه است که باید انجام بدیم.